از اوایل فروردین ماه سال 1390 رئیس جدیدی به نام مردانی منصوب شده و معاون جدیدی هم برای زندان به نام خادم منصوب سلواق معاون زندان شده و از طرف دیگه خب قبل از این فردی به نام فرجی نجات معاون رئیس اطلاعات زندان گردش که در ما بارها به شکنجه و اعمال پلیدش چهره زندانیان سیاسی و چهره زندانیان عادی پرداختیم و حتی هم زندانیان سیاسی طی نامه‌هایی که به بیرون دادن به اعمال ضد بشری فرجی نجات اشاره کردن. این سه فرد به واقع زندان را به صورت ملک خصوصیشون در آوردن و زندانیان رو اشیاء خود میدونن، به خودشون اجازه میدن هر برخورد و رفتاری با این زندانی به کار انجام بدن که این زندانی معمولا منجر به مرگش یا زیر شکنجه یا وادار به خودکشی و یا اینکه نقض عضو بشه، که موارد متعددی از این در طی مدت ما شاهد اون بودیم و در صحبت‌های قبلیمون بهش اشاره کردیم. لازم اینجا که من به بخش از سابقه خادم معاون فعلی زندان بپردازم. بله. این فرد چند در سالهای فلواقع 84-85 رئیس اطلاعات زندان گردش بود، به خاطر داشتن رابطه نامشروع به یکی از زنان پاسدار که منجر به باردار شدن اون بود و خود این فرد هم متأهل بود، او را از این سمت برکنار کردن، رئیس بند یک کردن و بعد از اون فرستادن به بند قزل حصار. پس از این که رئیس جدید که مردانی به عنوان رئیس زندان منتصب شد، این فرد جنایتکار را آوردن و الان هم این اعمال پلید و شکنجه ها را علیه چه جوانان چه زندانیان سیاسی که در مورد آقای علی عجمی من توضیح دادم این فرد ایشون رو مورد ضرب و شتم قرار داده، و چه در بند یک زندان گوهردشت کرج. البته باید یادآوری کنیم که همه این جنایت ها می‌دونید نه از موضع قدرت رژیمیه، چون که اسیر که هنر نیست، اسیر در دست اونهاست. باید یادآوری کنیم که زمانی که سال 88 قیام و اعتراض مردم در شهرهای مختلف و خصوص تهران بود، اون موقع مصاحبه این جنایتکار علیه بشر احمد رضا رادان را باید حتما همه دیدن، زمانی که در تلویزیون ظاهر شد، چهره رنگ پریده و حتی قادر به حرف زدن نبود، یعنی عجز و ترس و ناتوانی رو سر تا پای فرد دیده میشه. وقتی مردم از ما اراده کنن اینها را تو این نقطه قرار میدن، ولی وقتی در شرایطی که زندانی اسیره و در دست اونهاست چه این رفتاری رو انجام میدن. چرا در این برهه که به شدت یعنی فی الواقع سرکوب و جنایت رو تشدید کرده، به هر حال شقه و تضادهایی که جنگ قدرتی که بین خامنه‌ای و احمدی نژاد در جریانه و به ریزشی که در درون رژیم هست، چه سپاه چه اطلاعات و چه وسیف و چه فشارهای بین المللی که وجود داره، همه اینها به خاطر که جامعه رو مهار کنه دست به این جنایت ها و مورد اعدام شکنجه و طرح‌های سرکوبگران است، که البته ملتی که اراده کرده آزادی خودش رو بازیابه، ملتی که اراده کرده که به این اعمال پلید ضد بشری پایان بده، مرعوب چنین شرایطی نمیشه و نخواهد شد، چون که بله این ملت از
کشتار مهیب 67 به منیان سیاسی عبور کرده. این ملت از سرکوب وحشیانه 88 18 تیر عبور کرده. پس تمام اینها برای ایجاد رعب و وحشت در برای آینده‌ای که برای اینها در انتظار اونهاست، در انتظار این شکنجه‌گران و جنایتکارانی که باید پاسخ خوب باشن و اینکه قطعا آینده درخشانی که برای ملت ایران بازیافتن حاکمیتشون، بازیافتن آزادی‌ها، عدالت و حقوق در دست گرفتن سرنوشت خودشون به دست خودشون است. ما در پایانه این راه هستیم و باید تلاش کنیم نه ناامید بشیم و نه مرعوب. ناامید کنیم و ناامید نشیم، خسته کنیم و خسته نشیم، چون که حقوق ماست که از ما سلب شده. دقیقاً. و این حقوق ما با دست پرتوانای تک تک ماها به خصوص هموطنان اون در داخل ایران باز پس گرفته خواهد شد. درود به شما. دقیقاً. و امیدواریم اون روز با حمایت و خیزش همگانی و بعد هم با استواری و پایداری هر چه زودتر برسه تا این همه جنایت و این همه زشتی و این همه پلیدی از سرزمینمون رخت بربنده. باید بپا خیزیم و باید تلاش کنیم. دقیقا. نکته ای که در آخر من میخوام اضافه کنم اینه که تعیین گزارشگر ویژه سازمان ملل هست. بله. گزارشگری که خب سازمان ملل سازمانی است که بی‌طرفه، یعنی به هر حال میره گزارشاشو تهیه میکنه و ارائه میکنه. اگر کسی ریگی در کفش نداره و ترس، یعنی جنایتی مرتکب نمیشه، و اگر اون کسی که این رژیم میگه که ما آزادترین کشور دنیا هستیم، ما رو یعنی من به نقل قول از خودمون ها میگم حقوق مردم رو به نحو اصلا انجام میدیم، پس اینجاست که با راه دادن، یعنی موظف البته که گزارشگر ویژه رو راه بده، موظفه که چون که تمامی قوانین و معاهدات بین‌المللی رو امضا کرده و نمیتونه ناقض اون باشه، یعنی رد کنه اونجایی که به نفعشه رد کنه و اونجایی که بپذیره اونجایی که به نفعشه و اونجایی که به ضررشه رد کنه. اجازه بده که این گزارشگر ویژه به طور خصوصی با زندان تک تک زندانیان سیاسی که لیست که اونها داده شده صحبت کنه و از اون نقاط زندان به خصوص از شکنجه‌گاه ها و نقاطی که هست که زندانیان مورد اذیت آزار قرار میگیرن، با خانواده های اونها و با خانواده هایی که شهدایی که عزیزانشون را از دست دادن صحبت کنه و واقعیت ها رو بپذیره. هرچند که اگر اجازه بده شاید به نفع خودش خواهد بود که واقعیت‌ها را خودش بررسی کنه. در غیر این صورت هم فکر نکنه که با راه ندادن و اینکه مانع میشیم. اخیراً رئیسی، همون کسی که جزء کمیسیون قتل عام زندان سال 67 است، این مسئله را رد کرده و گفته که یا نمیخواد بپذیره. بله. پس مشخصه که جنایت های اینا افشا میشه و میخوان پنهان کنن، هرچند که اگرم راه نده اون موارد و اون موارد جنایت در دسترس اینها قرار خواهد گرفت و راه فراری هم از این نیست که فکر کنه این راه رو سد کنه و بتونه به جنایت های خودش ادامه بده و تبعات بین المللی خودش رو نبینه و با دست باز بتونه ملتی رو به اسارت گرفته به سرکوب خونین ادامه بده. قطعا این مسیریه که موظفه و باید بپذیره، نمیتونه در این مورد در مقابل جامعه جهانی گردن کشی کنه و به هر حال امیدواریم که این کار رو انجام بده، وگرنه تبعاتش چند برابر برای این رژیم بدتر خواهد بود. من اون رو تو نقطه بسا سختری اگر نپذیر قرار خواهد داد. بله بله. البته تلاش هم بکنیم خود ما هم با ارسال نامه ها و با
سعی در امکان تماس با ایشون یه مقدار زیادی براشون اون حقایق رو هموطنانی که در این جریان ها هستن بیشتر توضیح بدن و بیشتر آشکار کنن. دقیقا قطعا هم این کار میشه، چونهایی که شکنجه شدن، چونهایی که دو زندان بودن در خارج کشوره و خب طرق مختلف هست که اون اسناد و مدارک مورد نیاز و در اختیارشون قرار داد و قطعا این بله. کار خواهد شد. دقیقا به هر حال من سپاسگزارم از این که این وقت رو در اختیار ما گذاشتید تا بخشی از درد و رنج های ملتی بزرگوار که هیچ کس تا به حال نتونسته اون رو به اسارت ببره یا با شکنجه و سرکوب برش حکومت کنه، شاید مقطعی بوده ولی گذشته، همینطوری که الان در آن از این مقطع تاریک کشورمون در حال گذر هستیم و سرکوبگران باید یک روزی جواب بدن و البته که از ایستادگی، مقاومت و پایداری زندانیان سیاسی، خانواده‌های آنها و ملت ایران که لحظه از تلاش و کوشش بازه میمونن تا اینکه اون آزادی، اون حاکمیت سلب شده و اون سرنوشتی که خودشون باید به دست خودشون تعیین کنن رو در دست خواهند گرفت و این به زودی محقق خواهد شد. بله. در این شک و تردیدی وجود نداره، حتما چنین خواهد شد. سپاسگزار که در این گفتگو شرکت کردید و باز هم با آرزوی روزی هر چه زودتر که هموطنان در کنار هم با صلح و دوستی و برابری زندگی کنند و به دور از این همه تاریکی و سردی و دوران خفت. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگم و براتون بهترین ها را آرزو دارم. منم برای شما و شنوندگانتون آرزوی موفقیت میکنم و همگی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون. خدا نگهدارتون. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس صادق نقاشکار درباره باز هم برای چندمین بار طرح سرکوبگرانه تحت عنوان مبارزه با بدحجابی که هدفش جوانان و به ویژه زنان با توجه به حضور زنان در تمامی عرصه‌های مبارزات، چه از مادران صلح، مادران عزادار و خانواده‌های زندانیان سیاسی و دانشگاه‌ها و غیره که همواره سرآغاز سرکوب‌های دورانی رژیم خونخوار ولایت فقیه است. آغاز آن قبل از 25 خرداد و روزهای ملی دیگر، شیوه لو رفته و مجری آن هم رادان شکنجهگر کهریزک، دستگیر شدگان 22 خرداد حتی از داخل فروشگاه ها، بازداشت منصوره بهکیش از مادران پارک لاله، فقط یک مکالمه تلفنی زیر نظر بازجویان و شکنجهگرها، قتل 6 نفر از اعضای خانواده ایشان در سال 60، اعتصاب قضا در زندانهای اوین و گوهردشت در اعتراض به قتل و شهادت حاله صحابی و هدا صابر، اعزام 5 نفر از آنان به بهداری زندان اوین به علت وخامت حال، شرایط بهداری های زندانها و یا در واقع شکنجگاه هایی با این نام، وضعیت دانشجوی زندانی علی عجمی و مورد ضرب و شتم قرار گرفتن توسط فردی به نام خادم معاون زندان، برخورد زندانیان سیاسی و یکی از دلایل اعتصاب قضا زهرا جباری از بازداشت شدگان سال 88 که پس از شکنجه های بسیار و فشارهای رژیم در زندان انفرادی به بیماری قلبی و روماتیسم دچار شده، نظر کمیسیون پزشکی راجع به درمان او، انتقال ایشان به درمانگاه روانی و در کنار بیماران روانی قرار دادن او، دادگاه های جدید محمد رضا پورشجری به بلاگ نویس، احکام جدید و حتی حکم اعدام برای او، در مرحله قطع پا قرار گرفتن مهدی کوکجن
به علت بیماری های متعدد و عدم درمان، بخشی از نامه ایشان، شرایط اسفانگیز زندانیان عادی، خودکشی جوان زندانی عادی در زندان انفرادی، تعیین گزارشگر ویژه سازمان ملل، شعارها، واکنشها و برخوردهای رژیم در رابطه با ممانعت از ورود این فرد و در این باره ما چه می توانیم بکنیم. توجه می فرمودید این گفتگوها بر روی یوتیوب، فیسبوک و توییتر هم قابل دسترسی است. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما بدرود می گیم و براتون بهترین ها را آرزو داریم. لطفاً پس از شنیدن چند موسیقی به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین قروی توجه بفرمایید.